خروج ایران از پیمان سنتو 25 مارس سال 1979. در اوایل دهه 1950 دولت آمریکا علاقه خود را به تشکیل یک اتحاد در خاورمیانه برای محافظت از منطقه در برابر تجاوزات کمونیستی ابراز کرد. کشورهایی که مرز بین اتحاد جماهیر شوروی و خاورمیانه را تشکیل می‌دادند، برای این اتحاد در نظر گرفته شدند. ایده اصلی این بود که اتحادی منعقد شود که جنوبی ترین عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ترکیه و غربی ترین عضو سازمان پیمان آتلانتیک جنوب شرقی سیتو، پاکستان را پیوند دهد. ترکیه و پاکستان در سال 1954 توافقنامه ای را برای افزایش امنیت و ثبات در منطقه امضا کردند. در فوریه 1955، عراق و ترکیه پیمان همکاری متقابل را در بغداد برای مقاومت در برابر تجاوزات خارجی امضا کردند و آن را به روی سایر کشورهای منطقه نیز باز کردند. در ماه آوریل انگلستان قصد خود را برای پایبندی به این پیمان اعلام کرد و پس از آن پاکستان و در نهایت ایران. ایالات متحده با هر یک از کشورهای حاضر در پیمان موافقتنامه‌های جداگانه امضا کرد، اما برای حساس نشدن شوروی به طور رسمی به آن ملحق نشد. در عوض، ایالات متحده به عنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت کرد. این پیمان که در نهایت در بغداد منعقد شد، پیمان بغداد نام گرفت. تحولات خاورمیانه در سالهای بعد پیمان را تضعیف کرد. به دنبال این تحولات در سال 1959 عراق اعلام کرد که به طور رسمی از این توافق خارج می شود. در نتیجه سایر امضا کنندگان پیمان بغداد، سازمان پیمان مرکزی یا Central Treaty Organization که به اختصار سنتو نامیده می شد تشکیل دادند. پس از خروج عراق از پیمان بغداد، سنتو مقر خود را به آنکارای ترکیه منتقل کرد و ایالات متحده به حمایت از سازمان به عنوان یک وابسته اما نه به عنوان یک عضو ادامه داد. در سال 1979 انقلاب ایران به سرنگونی شاه و خروج ایران از سنتو انجامید. پاکستان نیز در آن سال پس از اینکه مشخص شد این سازمان دیگر نقشی در تقویت امنیت خود ندارد، عقب نشینی کرد و سنتو به طور رسمی در سال 1979 منحل شد.